اظهارات محمد مایلی‌کوهن درباره ضرورت به رسمیت شناختن کشورهای عضو سازمان ملل با واکنش تند سازمان بسیج مواجه شده. سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران گفته ایران نمیتواند تنها زندگی کند و نباید خواهان نابودی کشوری شود که عضویتش در سازمان ملل پذیرفته شده. این موضوع که در 14 دهه اخیر برای ورزش ایران هم بسیار مسئله ساز بوده رو به بحث میذاریم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، چه شد که اصلا آقای مایلی‌کوهن چنین اظهار نظری رو اعلام کرد؟ چه واسطه‌هایی داشت؟ درود رویا. این صحبت ها درباره موضوع اسرائیل که از خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی بی سابقه است، با این شدت و با چنین صراحتی و به طور کلی، خب خانواده ورزش مشخصا درگیر ماجرای عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلیه و چهره های خانواده ورزش به وضوح میبینن که چقدر آسیب دیده ورزش ایران. مایلی‌کوهن قبلا هم واکنش نشون داده بود در ماجرای محرومیت مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی که با باشگاهش در یونان در برابر تیم مکابی تل‌آویو بازی کرده بود و بعد از اون هم حاضر نشد توبه نامه رو امضا کنه. ولی مایلی‌کوهن تنها کسی بود که با صراحت پشت در واقع کاپیتان تیم ملی استاد از او حمایت کرد. این بار دیگه علنی و مهرس صحبتی رو مطرح میکنه در رابطه با اینکه نباید ایران خواهان نابودی کشوری بشه که مثل خود ایران در سازمان ملل عضویت داره. خب میدونیم که این مسئله نابودی اسرائیل هم صحبتیه که به شکل رسمی سران نظام جمهوری اسلامی بارها مطرح کردن و مایلی‌کوهن در واقع این اظهارات رو به زبون آورده. بعد از وقایع آبان 98 و تظاهرات سراسری هم نامه تندی رو به حسن روحانی نوشته بود که چطور شما این مردمی که برای تهیه ارزاق عمومیشون با مشکل مواجهن رو اختشاشگر مینامید، خودتون همه چی در دسترستون هست و صدای مردم رو نمیشنوید، حتی مردم رو حس نمیکنید. مجموعه واکنش های اجتماعی سیاسی محمد مایلی‌کوهن طی سالهای اخیر بسیار در واقع رضایت بخش بوده برای اون دسته از هواداران ورزش، همچنین افکار عمومی که منتقد نظام جمهوری اسلامی هستند. میتی، همطور که اشاره کردی ورزش ایران به شدت با این موضوع درگیره. 26 شهریور هم قرار دادگاه حکمیت ورزش در سوئیس به شکایت ایران رسیدگی کنه. اون چه که در واقع ورزش ایران قراره در سوئیس از دادگاه حکمیت بشنوه رو آقای مایلی‌کوهن گفته. یعنی شما خواهان نابودی کشوری هستید که مثل شما در سازمان ملل عضویت داره. حالا در اینجا در دادگاه حکمیت اونها خواهند گفت که در IOC عضویت داره، در کمیته بین المللی المپیک و در فدراسیون جهانی جودو اسرائیل عضویت داره. نمیتونید مسابقه ندید و از بهانه هایی از قبیل مصدومیت و غیره استفاده کنید. این همون حرفیه که دادگاه حکمیت هم خواهد گفت و محمد مایلی‌کوهن همینجا به زبون آورده و به همین خاطر با استقبال خانواده ورزش مواجه شده. میشه همونطور که گفتی انتقادات از مایلی‌کوهن گسترده بود، خب طبیعی هم بود که این اتفاق بیفته، اما آیا حمایتی هم از صحبت‌های او صورت گرفته؟ موضوع جالب توجه اینه که محمد مایلی‌کوهن از چهره‌های نسل اول انقلاب اسلامیه و در عین حال او به اتفاق محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، که او هم از نسل اولی های انقلابه، شدیدترین انتقادات رو نسبت به مدیریت ورزش کشور و در پاره‌ای موارد مثل همین موضوع نسبت به سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی مطرح میکنن و دیدیم که شدیدترین اهانت ها رو به آقای مایلی‌کوهن در دو روز گذشته انجام دادن. یعنی هر توهینی و هر اهانتی که به ذهن خطور میکنه به او نسبت دادن، ولی نه حمایت خاصی ندیدیم. به قدر این موضوع حساسه و خب جزء خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامیه که حمایت ها رو کسی علنی بروز نداده از خانواده ورزش و محمد مایلی‌کوهن با علم به این موضوع این مسئله رو مطرح کرد. فکر میکنم سکوت در مقابل همین صحبت ها خودش میتونه نوعی حمایت باشه. مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. سپاسگزارم.